وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان را به تصویب رساندند. چهارمین بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا شامل تحریم 37 مقام جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر عنوان شده است. هیئت رئیسه اتحادیه اروپا البته بدون ذکر جزئیات درباره این بسته تحریمی صحبت کرده، اما آنچنان که در این بسته تحریمی تصویب شده توسط وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا مشاهده می شود، کلیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بسیاری از ایرانیان خواستار آن بودند که به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا اضافه بشه و اونطور که در قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا هم آمده بود، در این بسته تحریمی مشاهده نشده. در این ارتباط نظر خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک را جویا شدم. خانم دریا صفایی، ضمن خوش آمده به شما، نظر شما راجع به تحریم های جدید چه هست و چه شد که نام سپاه پاسداران در این قطعنامه در فهرستی که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به تصویب رساندند عنوان نشد؟ درود. حقیقتا خب خودتون دیدید بعد از اون که پارلمان اروپا تصمیم گرفت که به اکثریت آرا رسوند که ارگانیزاسیون تروریستی سپاه روی لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، واکنش های بسیار وحشت زده از سران رژیم جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم که یکی پس از دیگری با وحشت زدگی و حراس و زیاد میگفتن که چگونه همچین چیزی ممکنه، ما هم اون کار خواهیم کرد. خب مثلا این یک سورآزماییه که داره توسط مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که تمام ملت ایران هستند و توسط اتحادیه اروپا، یک زورآزمایی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی که ما سعی میکنیم اون رو ترغیب و تشویق بکنیم. ولی خب در نهایت باید گفت که متاسفانه شورای اروپا تصمیم نهایی، این که هنوز باید بگم هنوز این تصمیم رو نگرفته که اتحادیه این گروه رو به عنوان یک سازمان تروریستی روی لیست خودش قرار بده، ولی این به معنای پایان کار نیست، چرا که ما تا کنون هم با تلاش هایی که کردیم خیلی پیش رفتیم به این سمت که در واقع الان یک مهر تروریستی روی این سپاه خورده توسط نمایندگان 500 میلیون آدمی که در اتحادیه اروپا هستند. ما باید این مسیر رو پیش ببریم و ما در این مسیر همچنان فعال خواهیم بود و فعالیت خواهیم کرد تا زمانی که خود شورای اروپا هم این کار رو بکنه، چون در حقیقت انقلابی که الان 4-5 ماه مردم در خیابانها زنده نگه داشتند بیشتر و بیشتر احتیاج به تلاش برای پیشروی داره. خانم صفایی، پیش از اینکه من بپردازم و پرسشم رو مطرح کنم در مورد گام‌های بعدی که شما قصد دارید به همراه دیگر افرادی که با شما همراه هستند انجام بدید، دلیل عمده‌ای که مانع شد که در این مرحله وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نپذیرند که کلیات سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا افزوده بشه چه هست؟ بیشتر من تصور می‌کنم که اینها همچنان امیدوار هستند که یک مسیری رو با جمهوری اسلامی پیدا کنند، برای اینکه یک سری حراس ها و نگرانی هایی دارند از توافقات هسته‌ای، از شهروندانشون که الان در اسارت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند. اینها هم به این نتیجه خواهند رسید که جمهوری اسلامی قابل صحبت کردن نیست، یک زبان بیشتر نمیفهمه و اون هم زبان اقتدار، خودش هم با همین زبان با دنیا صحبت میکنه و به خاطر همینه که یک حکومت تروریستی نامیده میشه و یک حکومت تروریستی در واقع با زور و با ابزار سرکوب بر سر کاره. خب مسلما دنیا این رو هرچه بیشتر خواهد فهمید. شما اگر مشاهدات جهان و اعتقاد که این همین پلیتیسیان های خارجی داشتن 6 ماه پیش با الان مقایسه کنین، متوجه میشین که چه مسیر طولانی رو ما 6 ماهه یا 4 ماهه یا 5 ماهه رفتیم. و این نشان دهنده اینه که کار کردن مردم ایران در داخل و خارج کار میکنه، ثمر بخشه و مسلما پایان راه نیست، چون دلایلی که در واقع اتحادیه اروپا رو متقاعد خواهد کرد به این که بالاخره دست از این قاتلا و آدمکش ها بردارن و به مردم ایران باور پیدا کنن برای آلترناتیو آینده، همچنان این مسیر ادامه داره. این مسیری که اونها به مرور زمان باور خواهند کرد، چون در واقع اون چیزی رو که ما سالها اینجا تو اروپا گفتیم
الان اونها با چشمهای خودشون دارن مشاهده میکنن. خانم صفایی، شما از فعالان، از نمایندگان ایرانی تبار فعال بودید در یکی از پارلمانهای اتحادیه اروپا در بلژیک، که نقش همونطور که گفتم فعالی داشتید در بسیج ایرانیان، به ویژه برای حضور در استراسبورگ در برابر پارلمان اتحادیه اروپا. اما همونطور که در بخش نخست صحبتتون گفتید، همچنان جای امیدواری هست برای قانع کردن اتحادیه اروپا در زمینه قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه. گام بعدی شما و همراهان شما چه هست؟ مسلماً همچنان که گفتم کار ادامه داره. الان ما با همون تجمع پرشکوه و پر از انرژی مثبت نشون دادیم به پارلمان اروپا که راه درست چیه و موفق هم شدیم، فقط به خاطر اینکه تلاش کردیم و با صدای بلند، صدای رسای ملت داخل ایران بودیم در خارج از کشور. الان هم روز 20 فوریه تمام وزیرهای خارجه اتحادیه اروپا گرد هم میان در بروکسل. اونجا باز هم با برقراری یک راهپیمایی و یک تجمع صدای بلندی خواهیم بود برای اینکه به تمام وزیرهای خارجه اتحادیه اروپا بفهمونیم که جای سپاه پاسداران جای دیگه جز روی لیست تروریستی نیست. من به باور من این تجمع سرنوشت ساز خواهد بود، همچنان که ما تونستیم با همون تجمع باشکوه استراسبورگ رئیس مجلس اتحادیه اروپا رو بکشیم بیرون برای سخنرانی که پر از حمایت از ایرانی ها بود. به باور من اگر ما 20 فوریه تجمعی بکنیم که صدای خودمون رو به گوش اروپا برسونیم، اونها چاره دیگه‌ای ندارن جز اینکه به این راه ادامه بدن و به این خواسته تن در بدن. باید کنار هم بمونیم و دست به دست هم مسیری رو که داریم پیش میریم پیش ببریم. خانم دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، از اینکه وقتتون رو در اختیار بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه قرار دادید از شما بسیار سپاسگزارم.